سلام خوش اومدید به کلاس درس من گفتم بعد از این همه ویدئویی که داشتیم با هم یک چیز جدید یاد می‌گرفتیم بذارید یک مثال خیلی ساده حل بکنیم تا ببینیم که یه خورده فیزیک هم یاد گرفتیم و احساس خوبی بهمون دست بده مثال همینه گفته یک جرم 12 کیلوگرمی رو گذاشتم روی سطح یک میز ضریب استکاک جنبشی سطح میز هست 25 صدم و شتاب زمین هست ده متر بر مجزور ثانیه و بعد به من گفته که من دارم اون رو با سرعت 36 ب... با نیروی 36 نیوتن میکشم و جسمم می داره حرکت میکنه یعنی اصلا من رو درگیر نیروی استکاک ایستایی نکرده سوال از من پرسیده که اولا اف کی رو به دست بیار یعنی بگو این چقدره و ثانیا شتاب جسم رو به من بگو خب بریم الف پس میخوایم با هم اف کی رو حساب بکنیم ما برای اف که یک عبارت در حقیقت یک فرمول بیشتر بلد نیستیم که میدونیم اف برابر هست با میو کی ضرب داره نیروی عمودی تکهگاهی که بر این جرم وارد میشه خب یک نکته که من در مورد این میو کی نگفتم اینه که این واحد نداره چون هم واحد سمت چپ و هم واحد سمت راست نیوتن هستن بنابراین این صرفا یک عددی هست بدون واحد خب این نکته ای که باید یادتون باشه خب حالا من میدونم این میوکه اینجا هست 25 صدوم باید نیروی عمودی تکیگاه رو به دست بیارم اما این جسم من به صورت کاملا افقی روی سطح میز قرار داره بنابراین نیروی عمودی تکیگاه دقیقا برابر هست با نیروی وزنی که از طرف زمین داره به اون وارد میشه در حقیقت نیروی گرانش چرا چون اون نیروی گرانش رو به سطح میز وارد میکنه و در نتیجه سطح میز دقیقا طبق قانون سوم نیوتن نیروی برابر با اون در جهت عکس بهش وارد میکنه نتیجه که من میگیرم اینه که N یعنی نیروی عمودی تکهگاه اندازش برابر هست با M J یعنی اندازه نیروی وزن که این مساوی میشه با 10 یعنی شتاب زمین ضبط در 12 کیلو یعنی 120 نیوتن بنابراین نیروی عمودی تکهگاه رو من به راحتی میتونم حساب بکنم این چیزیه که دیگه باید واقعا مسلط باشید یعنی خیلی سریع وقتی ببینید یک جسم افقیه و هیچ نیروی در راستای عمود بهش وارد نمیشه جز نیروی گرانش بگید که نیروی عمودی تکیگاه و گرانش با هم برابرن خب حالا که من نیروی عمودی تکیگاه رو دارم دیگه نیروی استکاک پیدا کردنش خیلی راحته دیگه FK کی مساوی میشه با 25 صدم ضرب در 120 که این مساوی میشه با 60 دوم مساوی میشه با سی بنابراین نیروی استکاک جنبشی برابر هست با C نیوتن و این کاملا مستقل هست از نیرویی که من سمت راست دارم الان وارد میکنم پس اینو هم که در ویدیو قبل دیدیم الان در این مثال هم دوباره با هم دیدیم که نیروی استکاک جنبشی در طول حرکت ثابت هست و هیچ تغییری نمیکنه حالا بریم سراغ بخش به سوال به ما گفته شتاب حرکت جرم رو پیدا بکنید باید بریم سراغ چی برای پیدا کردن شتاب این هم ما یک قانون بیشتر نداریم دقت کنید که ما چیزهایی که در مورد فیزیک لازم داریم بلد باشیم خیلی خیلی دیگه زیاد نیست در مورد فیزیک مکانیک نیوتونی برای به دست آوردن شتاب ما همیشه میریم سراغ قانون دوم نیوتون و من میدونم که این قانون به من میگه برایند نیروهای وارد بر جسم مساوی هست با ام ضرب در شتاب و این جسم من فقط در راستای x داره حرکت میکنه بنابراین برایند نیروهای وارد برون در راستای x مساوی میشه با جرم ضرب در شتاب برایند نیروهای وارد برون در راستای مح... راستای محور x ها چی هست برابر هست با f این f با این f فرق داره بذارید من اسم بالایی رو بذارم مثلا f یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم بنابراین f یعنی این نیرو به علاوه FK یعنی نیروی استکاک جمع برداریشون مساوی هست با جرم ضرب در شتاب بنابراین نتیجه که من میگیرم چیه وقتی که من این دو بردار رو با هم جمع بکنم یعنی نیروی F در راستای در حقیقت شرق و نیروی FK در راستای غرب عملا باید این دوتا رو از هم کم بکنم و میبینم که این سی و شیشه، این سیه بنابراین برایند این نیروها میشه شیش بنابراین شیش نیوتون مساوی هست با M ضرب در شتاب بنابراین این شتاب مساوی میشه با 6 نیوتن تقسیم بر 12 کیلوگرم یعنی یک دوم متر بر مجزور ثانیه این هم میشه شتاب فقط من یک بار دیگه بگم که اینجا چجوری این دوتا رو جمع برداری کردم من الان یک جرمی دارم که داره با یک نیروی 36 نیوتنی در این راستا کشیده میشه و با یک نیروی 30 نیوتنی در این راستا جمع برداری این دو بردار چون همراستا هستن میشه تفاضلشون پس کنید این همراستا بودن خیلی مهم ها در ویدئوهای بعد حالت های غیر همراستا رو حل میکنیم پیچیده تر میشه اما اینجا جمعشون میشه تفاضلشون که چون این بزرگتره میشه 6 نیوتن در این راستا بنابراین من از اینجا میتونم شتاب رو به دست بیارم شتاب هم با برایند نیروهای وارد بر جسم همجهت هست بنابراین شتاب در این راستا خواهد بود فعلا خداحافظ